رضا، رضا چیزی نیست، چیزی نیست. باز شد؟ چت باز شد؟ آروم باش، باز نشده، چیزی نیست. با من بمون خوب. داداش آدا؟ آفیکو، یکم این طرفی. همینجا بمون داداش، الان حلش میکنم. آدا؟ او فیکو چه خبر؟ کجا صفا دادی سر کله؟ چند روز پیش خودت زدی دیگه. به من دروغ نگه قربونه چشم. ببین ببین، این کار من نیست، این کار دستگاه اوتوماتیکه. این چه حرفی؟ تو کتا دوست نداری که؟ داداش من عجله دارم میرم، استغفر. نهنگ ها در اقیانوس. حیوان مورد علاقه من نهنگه، اصلا عاشق نهنگم داداش. حیوان دیگه ای نبود. خیلی حیوان بزرگه داداش، خیلی بزرگه، براش احترام قائلم. 50 متر با 2 تن بس. ولی باورت میشه؟ میگن با این اکل پلانکتون میخوره. ببین همین پلانکتونه یه کوچولو بوچولو. نه بابا. آره مثل عدس، ولی خب از عدس هم یکم کوچیکترن. اونو بخوری کجا تو میگیره؟ باید یه نهنگ پیدا کنم. باید بپرسم با اون ایکلش بهش احترام میذارن یا نه؟ مبارک باشه داداش آکان. اوه عارف، ماتم خیلی خوب شده. یه دقیقه وایسا داداش آکان. ایوان تو هم کاره تموم شده داداش آری. سلامت داداش. این بیل بلک چقدر دیگه باید رو صورتم بمونه؟ بستگی داره چه سالی به دنیا آمده باشی و چند سالیت باشی. اما امین پاشو بیا صورتتو بشورم، بیا بشین. برای من ماسکم میخواد. یوسف، یوسف معلوم نیست کجا رفته این کرخه. آخه بذار ببینم چند سنتی. چشم هم که نمیبینه. یه مکس میشه اینقدره. تا اینجا خوبه. ایسه تا اینجا ایسته. چه خبر با تلسکوپ؟ چه کار میکنی؟ صد بار گفتم یه هایی نیا، یه هایی اینجوری نیا پیش من. باشه بابا باشه، ای خدا اصلا نمیام. خیلی خوب. ای بابا مگه نمیبینه اینقدر کار ریخته رو سرمون؟ نگاه کنه، واسه چایی آوردم، ببین وقت چی میگی؟ بابا زشته به خدا، دلم تنگ شده بود که اومدم دیگه رضا. ببین بگو یه لامعجونی چیزی بیارم. نه بابا، همش میای به حساب من میخوری و میری. دیروزم من حساب کردم. خب بیا مغازه ما، مهمون من. کار دارم، کار دارم، تو بیکاری، زود باش برو. چی کار میکنی؟ ای خدا، به نظرت چی کار دارم میکنم؟ مبل دیگه. اینا خودتو پایین نیار. ببین اینا که میبینی همه هنر مدرنه. مثلا با این مبل میخوای چی نشون بدی ها؟ میخواستم با اون مبل بکوبم تو سرت. برو گم شو ببینم. نمیای مغازه؟ ها باشه باشه، اومدم. ببین رضا جان، من یکی از مبلام این فنرش خراب شده، میره بالا میاد پایین، نمیدونی تا کجا میره. میتونی درستش بکنی؟ آخه تا چند بار باید بگم روکش درست میکنم. برو باشه باشه، گم شو، گم شو، گم شو، گم شو، گم شو، گم شو. دیگه این ورا نبینم تو. تو سرگرمی دیگه ای نداری؟ وای یوسف، یوسف بیا اینجا ببینم. خوش اومدی داداش، بگم چایی بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. داداش قربونه چشات، منو نکش تو رو خدا، منو نخوریا. چه کشتنی؟ من با این زندگی میکنم. ته سالهای اخیر تکنولوژی از چین به اروپا و همینطور آمریکا راه پیدا کرده، مگه نه؟ آره این دقیقا همون تکنولوژیه.
خب این چی چی است؟ این یه دستگاه ماساژ به اسم ترن با مجوز اتحادیه اروپا. تنر؟ ترنه. ترنه. 6 تا حالت هم داره. برای هر عضوی هم یه حرکت متفاوت داره. انرژی الکتریکی رو به انرژی حرکتی تبدیل می‌کنه. بعدش هم می‌دونی چی میشه؟ بدن اندورفین ترشح می‌کنه. وا! آره. هم باعث برطرف شدن درد میشه، هم باعث آرامش میشه. هر دو با هم. فکرشو بکن. داروینو می‌شناسی دیگه؟ داروین؟ ولش کن بابا، بهتر که نمی‌شناسی. چرت و پرت بگی. اینو می‌خوای؟ او نه برادر، من اینجا موی مردم رو میزنم، موی ریش ماساژ با هم دیگه 15 لیرم دستماز میگیرم. 15 لیر براش کمه. تا من برگردم حواستون به اون علی باشه، سر گوشش خیلی میجنبه، همه جا رو زیر نظر بگیریم، میخواد ما رو گول بزنه اون افسی. من سر و ما رو زیر آب میکنم داداش، تو نگران نباش. خیلی خوبه. خب قسطی بده. نه سه تا قسط. نه برادر، ببین من کارت اعتباری هم ندارم. بابا من اصلا کارت اعتباری نمیخوام، حرفت برام سنده. تا پرواز چقدر مونده؟ 3 ساعت داداش. سر راه سلمونی دیدیم وایسیم، ریشم رو میخوام بزنم، اینجوری زشت. باشه داداش. گوش کن، من دارم بدون شوخی میگم، رو حرفت حساب میکنم، بعدن پولشو بده. باشه؟ برو برادر من، خدا یافیز. میدونی چیه؟ اینجا همه چی خوبه، ولی میدونی تو اصلا کلاس نداری. جدی میگم. یعنی به هیچ جا نمیخوای برسی با این مغازت. مثلا الان یه آدم با کلاس بیاد مغازت، با چی میخوای ماساژش بدی؟ با این اسباب بازی که تو دستته؟ با این میخوای ماساژش بدی آخه؟ اون زلیر هم برای تو زیادیه. نه لیر بدی میخوای. برو 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 من. برو. سلام علیکم. من معذرت میخوام، بفرمایین. داداشم چی میخوری؟ چی بگم بیارن؟ آه نیازی نیست، برامون دوتا چای بیار. چی کار کنم داداشان؟ بدن بدن میخوام ریشمو بزنی، باشه؟ بله قربونت برم. چیه چته؟ آلپر مزاحم مردم نشو. کارم چقدر طول میکشه؟ نیم ساعت دورت بگردن، زود تموم میشه، فقط نیم ساعت. آره داداش، آره نیم ساعت دقیق. آلپر تو بچه ها رو بردار برو، بعدش هم بیای دنبالم. داداش آلتان برو برو. نگران نباش داداش گلم، نیم ساعتی تمومش میکنم، دقیق سر نیم ساعت. دقیقا داداش، نیم ساعت دقیق. اسمت چیه تو؟ فکرت داداش، اسم سختی نیست. ما هم شریکی؟ این جانب تانر تو کار خرید و فروش لوازم پزشکی و حمل و نقلم داداش. حمل و نقل؟ اول سلامت داداش، تو این زمینه درجه یکیم. تو خارج کشور میخوای کارمون رو گسترش بدیم، اما شریک پیدا نمی‌کنم. منم شریک ندارم داداش، اینجا از بابام واسم مونده. یعنی بابام موهای بابای محله رو میزده، منم مال بچه‌هاش اینو میزدم. خورد تو بابا. ای والا از تو هم به بچت میرسه. نه من بچه ندارم داداش، یعنی زنش هم ندارم. هر چیزی تو وقتش قشنگه دیگه. زیاد دیر نکن. قربونتون، شغل شما چیه؟ ول کن، کار منو وسط نکش. یکم پیچیده است. آه درسته. خیلی خوب، دیگه باید بشورم. تنر بس کن، بس کن، بس کن. چی کار میکنه؟ بس کن دیگه، بس کن. چی چیزی نیست داداش، آروم باش. بزنم داداش رو؟ بزن دیگه. این دیگه چه کار میکنه؟ آروم باش داداش، آروم باش، هنوز پیش مایی. نکن بابا نکن، اون دستو قاطی میکنه، نباید این کارو بکنی. پسر این همه جاشو که ماساژ نمیده، درجه تندتر نداری. اونجوری نمیشه که. ببر بالا بابا، درجه 23 رو ببر بالا، ببر بالا. چیزی نیست داداش، آروم باش، آروم باش. تانر نوسان برقه به خاطر آمپرشه، درست میشه بابا. داره دود میاد از سرش. چیزی نیست، هوا یکم دوده دیگه. خاموشش کن، خاموش کن، داره دود میکنه، خاموشش کن. آ نمیخواد به من کارمو یاد بدی. اولاق طرف داره میسوزه، داره میسوزه. نمیسوزه، نمیسوزه، آروم باش، نمیسوزه. تو چی داری میگی؟ سوختگی میاد. بابا بوی طبیعی آدمه دیگه. برو اول استفاده میکنیم، عادی دیگه. خدا داره میلرزه، نمیبینی؟ لرزیدن طبیعیه. دست بزنی مارم میگیره. بیشابا خاموش کن، داره میسوزه. سر من داد نزن. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. دارم میگم دیگه، به خاطر آمپر آمپر. این چی دارم میگم؟
ما بریم بیرون خیلی بهتره. این شارژش که تموم میشه خودش اتوماتیک میره رو حالت خاموش. سیستمش اتوماتیکه، نگران نباش، باشه خاموش میشه. بیا بریم. رضا چیزی نیست، آروم باشی، آروم باشی، ما خوبی داشت احمد، اون آلارم خاموش کن، خاموشش کن، خوبه، چیزی نیست، نگران نباشی، نیازی نیست، ببین یه چهار تا چایی بیار، آره، نگران نباشی بابا، چیزی نیست، حیوان مورد علاقه من نهنگه، میدونی، خیلی حیوان بزرگیه، قابل احترام، چیزی نیست، نگران نباشی، آروم باشی بابا، چیزی نیست، آروم. دفعه اول بود دیگه، دفعه اول همیشه اینجوری میشه، بار اول علکی روشنش میکردی. فضیلت یاد و خاطر مرگ، امیدوارم به ما درس زندگی بدهد. خیلی خوب داداش، میتونی بعد نماز ظهر دفنش کنی. رئیس ببین این کارت من، خب به تلفنی که اون رو هست اگه زنگ بزنی دوستان فنی میان مشکل رو برات حل میکنه، میره پی کارش. در حالت عادی سیروس از بین خدمات داره، ولی این روزا سرشون شلوغه، ولی اگه بخوای دستگاه رو عوض کنی. من کیم؟ خب من زامن این دستگاهم دیگه. چه ضمانتی پسر؟ طرفو کشتی یارو رسمن مرد؟ که من ریختم، این بابا خوری ریخت. تو رو زمین چه غلطی داری میکنی؟ بلا بابا، شیشه اینکم افتاد، حتما خورد شده، حالا دیگه نمیبینم. شیشه اینکه داره؟ خب بیا اینهاش بگیرش، ببین ببین درست شد؟ ببین ببین ای خدا، گیره کی افتادم من؟ وای یارو مرده، سوخته، کار کیه؟ این کار کی بود؟ ببین من زیاد وقت ندارم، باید برم پی کارم. باشه اگه میشه پیش برداختو بده من برم. اون آدم الان میان، الان میرسن. میاد. ای بابا، من هر کاری از دستم برمیاد انجام دادم. پیش من میمونی، فهمیدی؟ مشکلی تو پرداخت است، حلش میکنیم. افیکو، من باید الان کاناپه رو تحویل بدم، سابش یکم دیگه میاد. کاناپه؟ آره دیگه، الان مشتری میاد ببره. حالا جدی همینجا میمونی. یواش ببین چه داستانی شده، لازم نیست اینقدر بزرگش کنی، با هم حلش میکنیم دیگه. ببین من توی یه فیلمی دیده بودم یارو تو مگه میتونی ببینی؟ الکی لافت نزن، وردار اون دوشکو، وردار. ای خدا، تو آخرش ما رو به فنا میدی. ممنونم. کن این دستگاه هنوز داره کار میکنه که؟ بهتون نگفتم؟ ضمانتش میکنم، دستگاه خیلی خوبیه. آره تو رو با این دستگاه بذار اینو روش بذار. جات نزن اولاق. بیشرف دهنمونو سرویس کرد. داشتیم رفت، مغازه رو داریم تعمیر میکنیم، اصلاح مو صورت 15 لیر دقیق با دستگاه ماساژ 1586 ترن با 6 حالت مختلف، همه رو با هم ماساژ میده. پیش من بمون. خب چون عجله ای شد نتونستیم اینجا رو جمع کنیم. این چه حرفیه برادر؟ تقصیر ما بود که بی خبر اومدیم، ببخشید تو خدا. داداش کجاست؟ رفت تو آسمون.
داداش کجاست؟ چه چیزه؟ یعنی داداش آلتان وقتی اومد پیش ما بدنش چون خیلی گرفته بوده، یعنی چه میدونم ماهیچش درد میکرد، ما هم توی مغازمون خدمات ویژه داریم دیگه، یعنی میخواستم ماساژش بدم ولی خب چیز بود، یعنی مفصلش ورم کرده بود، یعنی من خب 17 ساله که توی این کارم، بابام هم 60 ساله همین کارو میکنه، میدونی ما ماساژ میدیم، ماساژ یعنی ما همه جاشه ماساژ میدیم. باباش آدم فوق‌العاده‌ای بود، بی‌نظیر. خب یعنی هدف ما رضایت مشتریه، یعنی تا امروز تو این سنه در کاری از دستمون برمی اومده کردیم، مشتریه زیادی داشتیم، یعنی تمرکزمون رو رضایتشون بود. آره آره تمرکزمون روی همین بوده. مگه نه رضا جان؟ رضا جان چرا پاسخگو نیستی؟ پاسخگو باش دیگه. بله رضایت مهمه خیلی. مگه جوز گوره تاعتری؟ نه داداش من آرایش کرده. داداش میشه چی کام بدی؟ حتما پسر. اینو دفنش کنین، بعدم روش حسابی آب بریزین. ممنون داداش. داداشمونو کشتن، این کشتش. تو چی گفتی ها؟ آه نه داداش، کشتن چیه؟ ما نکشتیم. حالا چی نگو داداش، کار خودش بود. چطوری مرد؟ اتصالی کرد. تو چی داری میگی؟ چی بگم داداش، اگه سفاز نبود نمیمرد، اگه این آب نمیریخ ما نجاتش میدادیم جون تو. این مغازش تکفازه، دستگاه چیه سفاز؟ چیکار کردیم؟ دستگاه رو وصل کردیم، اونم اتصال کرد. ولش کن بذار اینجوری به توضیح بدم، این دستگاه سه تا سیم داره، مثبت، منفی، خاک. مثبت رو وصل کردیم، منفی رو وصل کردیم، خاکو بعد چیکار میکردیم؟ از شما میپرسم. نه خاکو بعد به کجا وصل میکردیم؟ خب چی شد؟ داداشمون رو به خاک دادیم، خدا رحمتش کنه، کاری دیگه نمیشه کرد. برای شادی روح آلتان داداشمون الفاتحه. ای بابا جانم، بابا جان ببین حداقل تو این انتخابات بهم کمک کن. یادته تو انتخابات قبلی هم بهم کمک نکردی، من همه تبلیغات و اعلامیه‌ها رو آماده کردم، تو فقط برو تو روستا خبر بده، بگو که پسرم دزگون سگوش نامزد انتخابات شده. ببین بابا خدا تو رو. بابا خدایا. خدا روی خدا بفرمایی نمو. سلام پسر جان. سلام پسرم، این کاناپه فروشیه؟ فروشیه. خوبه. قیمتش چقدره؟ 5000 تا. وی نه 5000 تا؟ آره خوب. خیلی خوب. و حمل و نقلش چی داری؟ داریم. خوبه. نه داری. گارانتی مارانتی چی؟ داره. خیلی خوب. پس اینو باسه هم بپیچ ببرم. باشه. آفرین پسرم. بودو. زود داشتی. خیلی خوب. من جنه. نه چت رو بیار. چت؟ چت استریل تره. یه نوش رو بیار یا میخوام یه کار جدید امتحان کنم. ای داده چت میخوای چیکار کار تو برم تو رو خدا مگه یه چیزی اصلا خدا لعنتت کنه فکرت. خدا از رو زمین بره داره فکرت. چرا منو نفرین میکنی اولاق؟ مگه من گفتم چت؟ لعنت به روزی که تو رو دیدم فکرت. لعنت به روزی. نه بابا داداش آلفر داره شوخی میکنه، جون تو داره شوخی میکنه. بگو دیگه، بگو داره شوخی میکنی. اگه الان این شکنجه را اعمال کنیم به جایی نمیرسیم. تو کشورهای پیشرفته اینجوری انجامش نمیدن، تو کانالای مستند آمریکایی کارای تحقیقاتی انجام دادن، بعضی وقتا موفق میشن، بعضی وقتا هم شکست میخورن، اما باز هم امتحان میکنن. شما قبلا امتحان کردین؟ نداده شخ، این چه حرفی میزنی؟ آها، پس با عنوان یه مقدمه در نظر بگیریدش. جون مادرتی نکنین کن. این یه پیشنهاده، از اول شروع میکنیم، پس عینکشو بیار.
گفت اینک اینک در منو بیا. آخ نه اینک نمیشه داداش، اینک نمیشه، من بدون اینک نمیبینم داداش، نمیبینم اینک منو بی خیال شو، من بدون اینک نمیتونم ببینم داداش، ببین نمیتونم ببینم، الان کوره کورم. خب نبین لعنت برد فکر دوزه رشا تو فساد دوزه. یواش یواش، اوه کمره، اوه اوه یواش، این کمر دیگه کمر نمیشه، اوه اوه وای وای وای، اوه ببش این رو صندلی داش، صندلی نمیشه، نه 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 نمیشه ها، نمیشه، عمرم میشینم، نمیشینم نمیشینم، باشه باشه نشین، آروم آروم باش. داداشم کجاست؟ داداش کجاستان؟ داداش همینجاست. کاناپه کو پسر؟ کدوم کاناپه عمو؟ پسرم اینجا یه کاناپه قدیمی بود دیگه. ما وقت اضافی نداریم با شما سر کله بزنیم. کپل بگو کاناپه کجاست؟ اوهان اونو فروختمش. یه نگاه به من بنداز. واقعا فروختیش؟ آره اوسا. حالا چند فروختیش؟ 2000 تا اوسا. آیا مقه کودن اون مبل از هر وری نگاه میکردی 5000 تا میارزید، بی شرف 2000 تا فروخته، ای بی ادب. با دستگاه ماساژ مگه میشه آدم کاش؟ بابا به دستگاه ربطی نداره، برقش بود، معلومه که با دستگاه کسی نمیمیره. ببینم شما از کدوم شبکه هستی؟ کی شما را فرستاده؟ داداش این چه حرفیه میزنی آخه بابا؟ کسی منو نفرست کی مبلا برده؟ به امواتت قسم نمیدونم، به برکت سفرت قسم نمیدونم، به خدا اگه بخوام دروغ بگم ها، تو برای هرکی میخوای بپرس آخه ما چیجور آدم هایی هستیم، ولی ما نمیدونیم آخه چیجوری بگم. این بود داداش، این مبلا رو برد. آره آره داداش، همین کج کله مبلا رو برده، والا دیگه کی میتونه باشه؟ مبلا رو برداشته و پر زده و در رفته. کجا رفته؟ آدانا داداش. آره آره آدانا داداش، آدانا، همین که این گفت روستای چوک چوک پینر. آره گفت خدا، آره این معجزه خداست، حالا دیگه میشم کت خدا دوزگون سگوش، منتظرم باش ترکیه دارم میام. بهتون دو روز وقت میدم، یا کاناپه رو میارین یا که شاگرد میمیره. میگم داداش اگه با کشتن بچه میشه، میگم علیکی وقت رو هدر ندیم، با کشید کار رو خر و تموم شه بری. دو روز، سه نشه، فقط دو روز. با این لگن باید بریم آدانا، پیاده گز کنیم، به خدا خیلی بهتره. زود باشید. این اصلا تو جاده هم میتونه بره؟ تمام مدارکش کاملی. مدارکشو نمیگم، که از نظر فیزیکی تو جاده میتونی بری یا نه. زود باشید، فیزیکش هم خوبه. آخه اینجوری باید بریم؟ تو سوار شو، من میبندم اونو. سوار شو. سوار شو، سوار شو، گفتنش آسونه. بشین. خوبه. از من نگر میدارم اول سپر. اول تو بعد در. نگرش دار، نگرش دار وگرنه میفته. گرفتم مگه کوری گرفتم. بذار سر جوش، الان رو میفتی. میگم داداش کم آروم سر، زیاد بهش فشار نیار. خب خداتش میسوزه حیفه. رحیم برو که رفت. برو خاک بزر، خدا را نمیره.
شبیه همه چیز. کت خدا من میگم یه بررسی بکنیم، اگه حقیقت داشته باشه بلا به دور باشه، ولی کلامون پس معرکه است. تو همین جوریش هم کلات پس معرکه است. برو برو ببینم. بابا دارم ترکی با تون حرف میزنم، نوبت همه تون میشه دیگه، تک تکتون میرید تو باشه. تو چه تهان، تو چرا اومدی؟ چه میدونم خواهر شوهرم کدوم از خدا بی خبری بردر شوهرم رو تلسف کرده با دختر خواهرم رابطه داشته. توف بهش، خدا لعنتش کنه. توف خواهر منم این وسط همین جوری مونده، خونش قیامته. ای بابا چی داری میگی زبون بسته؟ نمیفهمم که حرفای زشتش میزنی. برو برو. نگاه میکنه بابا، بری تو سفتی که دایی عثمان. تو برای چی اومدی؟ من کارم خصوصیه. کار خصوصی، برو. ای خدا نوبت رو به هم نزنید، برید تو صف. ترمز بگیر دیگه. چیو بگیرم آخه؟ ترمز بگیر دیگه. شکلم وای گلا بگیر دیگه. تو شو با هم بگیر داداش. بگیر بسام تو هم بگیر. بگیر دیگه، داره میریم تو دیوار. بگیر بگیر. کنار همشیره همشیره. مگه اینجا اتوبانه؟ یکم یواشتر. ما میخواییم بریم روستای چوک چوک فینر، اشتباه اومدیم؟ فیکو، مگه کوری؟ ببین، تابلو به اون بزرگی اونجاست، نوشته چوک چوک فینر. سلام علیکم. علیکم السلام. زن مصطفی توپال حامله شده. بابا چی میگی؟ میگه به خاطر اون کاناپه است. والا همه میگن معجزه میکنه، معجزه. آن گنج وایوالی تو دهمونه، دفن شده بود. خب یادتونه که خلیل هم بدهی داد. خب میگن جای گنجو بهش گفته. نه بابا دیگه چی؟ دقیقشو بهش داده. حتی گفته زیر کدوم سنگه، گفته برو برش دار بدهیاتو بده. اصلا بگو. برای همین از تو پیداش نیست. ای بیچاره. علیکم السلام. خوش اومدی کت خدا. خوش باشین. چی شده؟ ساکت شدین؟ خیر باشه. ادامه بدی. پسر تو هم نخورین زهر ماری رو. چایی هم نخوریم کت خدا. کت خدا اینا نشستن همینطوری چرت و پرت میگن. کاناپه اینطوریه، اونطوریه. ای بابا. والله که راست کت خدا. تو این انتخابات کارت سخت شده. ببین ببین چی داره میگه. شما به جای اون بی مصرف حداقل این مبل و کت خدا کن. اینجوری بعضی وقت روش میشینید و به کارتون میاد. بفرما شای کت خدا. پسر مگه کاناپه هم میتونه حرف بزنه؟ مگه میتونه حرف بزنه؟ زن خودم دیده، میگه سه بار پشت هم گفت. وگرنه این همه آدم برای چی باید جمشن اینجا؟ چون احمقن دیگه. یواشتر برو، اولاقله مردم رو لی میکنی دیگه. باش برو دیگه، ترمز هم نداری. بگی بغل، بگی بغل. آره بودوید، بودوید. یه وقت صندلی پا در میاره و فرار میکنه. دخترها بودوید، صندلی پا در ورده. بودوید. سلام علیکم. علیکم السلام. ما با آقای دوزگون کار داشتیم، یه مسئله کاناپه‌ایه. کاناپه رو بگیرم بکنم تو حلق تو. چی شد؟ کاناپه رو میخواست بکنه کجا؟ بفرما بفرما، اونو ولش کنی دیوونه هست. ای والا دایی. آی ببینم شما از کجا میای؟ استانبول داشت. من 25 سال اونجا بودم. با این عربت چطوری اومدین تا اینجا؟ یواش یواش. پس از استانبول این امره اومدین تا کاناپه رو ببینی؟ اون چی بود انداختی داداش؟ واسه استرسه. استرس؟ آره آره اتفاقا کرمش هم دارم. الان برات میارم. بذار بعدن نشون بده تنیر جان. دخالت نکن، تخصصمه. خب خب رفقا ببینین این کرم معجزه میکنه. ببینم یعنی تو واقعی هستی. استرس که چه عرض کنم؟ همه چیزو فراموش. دیروز یکی اینجا نشسته بود این شکلی. نه
شکلی نه. فهمیدی؟ آدم بود، چی بود؟ نمیدونم. بعد اومد پیش من این شکلی، چی این شکلی هری؟ هی او اینجوری ها؟ ببین داداش قشنگم، اینو ببینی؟ اینجوری میمالی اینجا، ببین قشنگ اینجا. بعد خوب پخشش میکنی، باشه باید پخش بشه، چون اگه کپه کپه بمونه فایده نداره. بهت گفته باشم؟ باید همه جا بمالی، ببین حتی اینجا، آفرین. اینجا، قشنگ ماساژش میده. ما آدرس آقا دوزگونه میخواستیم. آدرس نمیخواد. همینا که میرن و دنبال کنیم بهش میرسین، چون همه دارن میرن اونجا. دمت گرم داداش. تنه این استرس رو کامل از بین میبره. یکم اولش فقط داغ میکنه باشه، انگار تب کردی ولی میگذره. یکم هم لرز میکنه، اونم میگذره. تنر کجان؟ اینم از این میشه 20 لیر. 20 لیر باید بدی دیگه. فقط ببین قشنگ باید بعدش بشورش. خب اومدم. ممنون، روز بخیر. از این کارا اینجا نکن پسر، نکن. دنبال روزی من دیگه، مگه چیه داریم؟ بریم. منیژه بیا 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 بیا. منیژه عزیزم، با مرکل حرف زدم، دارن برای آلمان کارگر میگیرن، میام فراریت میدم میبرمت آلمان. استغفرالله آقا صدری، شما زن و بچه داری؟ بچه؟ به این میگی بچه؟ نه خدا، تو تو سفنه رو محلش میکنم. برو بابا. خدا وای خدایا، قربونت بشم، قربونت بشم، وای خدا، ای خدا. اینجا چه خبره؟ آدرس اجتماعی دادم بابا، اینجا چه مراسمی؟ مراسم تشییع جنازه است. تسلیت میگم، غم اولتون باشه. مگه من چی گفتم؟ ای بابا برید تو صف وایسید دیگه، چتونه اینجا وایسادید؟ میخواید بدون نوبت همینجوری از بغل بپیچید برید تو؟ آره ما با آقای دوزگون یه کار کاناپه‌ای داریم. برای چه شاش اومدین؟ آره به خدا که نمیبینه. به این چند تاست؟ ها؟ این چند تاست؟ ببین ببین این چند تاست؟ الان سر شلوغه، شب برگردید باشه، برید دیگه. ای بابا صفا به هم نزنی، نوبت همتون میشه. ما کاناپه خدا، کاناپه حرف زد، کاناپه حرف زد. پسر یارو زنده است. امکان نداره داداش، 10 دقیقه در آغوش برق 220 ولت بود. رضا تو شنیده بودی این موب قبلا صدا بده؟ دیده بودی اصلا؟ خب تکورش که میدادی جیر جیر میکرد. الاغ حرف که نمیزد. نه داداش درگیری. و ببینم، من از شما این موبلو نگرفتم. گرفتیم. پولشو ندادم. دادیم. حالا شما اومدین مبلی که بهتون پولشو دادم از من پس میخواین؟ آقا اومدی همهش سقه رو بیدیم. اینطوری نه، الان وقتش نیست جناب. الان اگه بخوام دقیق توضیح بدیم متوجه میشید. یعنی این که خب میدونی، یعنی اینجوریه که سقه رون کجا بوده؟ من واسه اون مبل 5000 لیر پول دادم. 5000 لیر دادم واسه این مبل. 5000 تا؟ 5000 تا. چیزه خب مشکلی نیست، حلش میکنیم. این شاگرد ما یکم حواسش پرته، واسه همینم قاطی کرده. البته بچه خیلی گلیه. رضا اسم شاگرد چی بود گلم؟ رضا اسم شاگرد
یوازیه؟ نه نه اسمش این نیست بیشور، یعنی چیزه. میگم ما پولو به شما میدیم، شما هم کاناپه رو به ما پس بدیم. کجا پولو میخوایی بدیم؟ فعلا خفیش چه جوری میخواییم بدیم آخه؟ میگه پنج گفتم خفیش چیو میخوایی حل کنیم؟ بابا خفیش 2000 تو دارم ولش کن اصلا پس نمیبریمش بزن بکششونو. یه لحظه میخوام مشکل براتون حل کنم. شاگرد این آقا رزمونی اشتباهی کرده، مبلو به شما فروخته، ما هم الان اومدیم پسش بگیریم، به شما 2000 تا پیش پرداخت بدیم، بقیه‌اش هم با یه آلاچیق قشنگ که حساب کنید طراحی و تولید شرکت خودمونه پرداخت میکنیم. چرا؟ چون اینی که داری به درد نمیخوره، فقط یکم پول مونتاژ میگیرم چون سرهم کردنش خیلی سخته. میدونی دیگه این قطعاتشو باید به هم دیگه بچسبونیم. چسبوندنیه؟ آره چسبوندنیه. بفرمایید اینم کارتون. خب اسم تو چیه پسر جون؟ تانر. چی؟ تانر. تانر. ها. آلاچیق قشنگیه. خب حمل و نقلم داره؟ سلامت کالا. چه؟ سلامت کالا، اون بالا. عیشه گل، عیشه گل، عیشه گل، عیشه گل، عیشه گل. بله داداش. ببین عیشه گل، این بروشوری که تو جورابم هست رو میبینی؟ اینو تو روستا بین مردم تک به تک پخش میکنی، برای اینکه همه بیان اینجا شم بذارن. فهمیدی دیگه؟ حالیت شد؟ افتاد؟ آره متوجه شدی؟ بله فهمیدم. خیلی خوب، من دیگه با اجازت مرخص شیم. اصلا به حالا چیخ فکر کن کت خوبه. خداحافظی. ای خدا، بهم گفت جد خدا. خب دوزگون حل شد. صبر داشته باش بابا، هنوز حل نشده. این یارو مگه نامزد کت خدایی؟ خب حالا چیکار کنیم؟ مگه میتونیم کت خدایش کنیم؟ بزرگترین دشمن نامزد کت خدایی کیه؟ کت خدایی. میگم چیزه، من یه دونه شم میخواستم. فقط من آرزوم بزرگه، این کافیه به نظرتون ها؟ میگم چیزه، کت خدا کجاست؟ کت خدا، کت خدا. با کت خدا چی کار داری؟ سبت اول. سبت اول؟ سبت اول. ببین چیزه، من اینجا زندگی نمی کنم، من بابام اینجا زندگی می کرده، یعنی مال اینجا بودی. شما از کدوم خانواده؟ ما چیزیم، یعنی قدیما اینجا بودیم. خب میدونی ما اون موقع اینجا زندگی می کردیم، الان کسی نمونده. خانواده گاراویش، آره گاراویش. البته من همش میرم خارج، جایی میرم خارج. راستش تازه برگشتم از فرودگاه صاف اومدیم اینجا. آره دیگه خیلی اوضاع خرابی نه. تو حالت خوبه؟ آره آره چیزیم نیست، خوبم. کدوم کشور؟ چی کدوم کشور؟ گفتی میری خارج، کدوم کشور؟ آه کشور اروپا. اروپا؟ اروپا؟ اروپا یعنی چیزی، من جهانگردم، یعنی یه جا نمیمونم، میدونی همش میگردم، همه جا رو میگردم. همش میگردم. من تا حالا سفر هواپیما نشدم. خب من فقط سفر یه هواپیما میتونم بشم. اینجا با هواپیما اومدم چیر تو. مثلا آلمان، میدونی از پندیک تا آلمان با هواپیما فقط 15 دقیقه است. جون تو فقط 15 دقیقه. 15 دقیقه. یکی من از اینجا ببره، جون مادرتو بیای منو ببری. آخ ببری دیگه بابا. عوضی جهان گردم چیه تو کی سوار هواپیما شدی از زنه؟ ببینم بیا. نگید اینجوری، اینطوری نگید آقایون. کاناپه مگه میتونه حرف بزنه؟ استغفر الله، توبه مرچی که دروغ. فقط ده ما نیست که، از داتای دیگه هم میان اینجا. حتی شهرهای بزرگ هم میان دست دسته. نیان برادر من، نیان. بهشون بگی نیان. یارو میاد یه چرندیاتی میگه، مردم احمقم گله گله میرن پیش واست. با مردم حرف بزنیم بگی نیان. من که تنهایی کاری ازم بر نمیاد آقایون. تو مگه خودت برای بهش رفتن کفن قرآنی نگرفتی؟ ببین 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 چی میگه. خیلی خوب گفتن یارو گفتیم. ببینم شیخ تو نظرت چی ها؟ از خدا میترسم. خب اگه از خدا میترسی برو به مردم بگو، نکنه از قهر صندلی هم میترسی. توبه استغفر الله. این امر
اغلب در خانه های سنتی آناتولی دیده می شود. در این خانه ها از الگوهای هندسی بر روی فرش ها و طرحهای رنگارنگ و گلدار بر روی تشک ها استفاده می کنند. روی دیوارها الک و سینی آویزان می کنند و یا از زیورالات محلی استفاده می کنند. در چنین خانه هایی معمولا یک تابلو دست باف با نقش مسجد هم بر روی دیوار دیده می شود. این خانه ها محل تعامل فرهنگی هستند و فرهنگ منطقه تا حد زیادی در آنها منعکس شده. استفاده از چوب در این خانه ها محدود است. بنابراین بیشتر خانه ها از خشت و گل ساخته. تو مردای خارجی تو خونه را میدی؟ ببینین ژاندارمری رو خبر میکنم. دیگه نه دوزگون میمونه نه کاناپه. بیان جمعش کنین بگم. نه 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 ژاندارمری نمیشه. مزاحم ژاندارمری دیگه نمیشه. دقیقاً به ژاندارمری نیازی نیست. چون صندلی برام ماست. این دوستمون تعمیرکار مبلمانه. اون مبلمان خود ایشونه. سلام. راستی من تانرم. اینم کارتمه. بر روسا هر کاری نیاز داشتین من در خدمتتونم. حمل و نقل؟ نه اول ضمانت. آه شما همونایی هستید که جلوی قهوه خونه آره بودیم. آره ما همونایی که جلوی قهوه خونه بودیم. ببینید موضوع اینه جناب کت خدا، کاناپه در اصل مال ماست. آقای دوزگون بی خبر از ما رفته مغازه پول داده کاناپه رو خریده آورده اینجا. راستش کاناپه تا وقتی پیش ما بود یعنی ما تا حالا ندیدیم کاناپه حرف بزنه، ولی قبلا یعنی حرف نمیزد، تازگی هم میزنه. ببخشید آره اصلا مگه میشه تازه قدیمی هم هست. من با گوشه خودم شنیدم جان. اونا گوش نیست عزیزم، اونا گوش نیست، اونا بلبله گوش. گوش اینه گوش، این گوش گوشه دیگه. آره در ضمن اون کاناپه مادر خدا بیامرزشه، زن بیچاره هم هی سراغش میگیره. خب یادگاریه دیگه. خدا بیامرز سراغش میگیره. آه بله نور به قبرش بباره، خدا رحمتش کنیم. یعنی شما الان اومدید که کاناپه رو از اینجا ببرید، درست شنیدم؟ بله، آقای دوزگون یکم تو این مورد داره اذیت میکنه. اگه شما یعنی چه میدونم بتونید کمکمون کنین، ما هم با کاناپه برمیگردیم به همون جایی که ازش اومدیم. جان شما. یاشار چای بیار پسا. ای ببخشید میشه برای من یه رولت بیاری؟ ای بابا کت خدا چه زحمتی بود این همه پذیرایی غذا، خودمون یه جا واسه خواب پیدا میکنیم. نه نمیشه، شما مهمون ما هستی. دخترم تو کجایی؟ پیش آبجی دیلک بودم بابا. دخترم اگه کوری؟ استغفر الله آقا. نه نه همچین قصدی نداشتم به خدا. دخترم اینو بردار ببر دست و روشو یه آبی بزن و بیا زود داشت بجام. بابا بگیرش اینو بگیرش بگیرش. میگم نمیدونم بپرسم یا نپرسم، دوستمون چشاش نمیبینه. یه همچین بعضی وقتا. اگه بعضی وقتا باشه خوب. نه منظورم این بود که بعضی وقتا میبینی. کت خدا برای گرفتن صندلی ما به نقشه این خونه نیاز داریم. باشه؟ ناسلامتی کت خدا این نقشه کجاست؟ نقشه؟ نقشه ساخت و سازم میتونه باشه. ساخت و ساز؟ نقشه راه سازی میگم، وگرنه باید با دست بکشیم. نمیتونیم بکشیم، وقتشو نداره. یه سوالی دارم. خونه در پشتی داره یا نه؟ حتما که داره. خیلی خوب، پس کامیونو میذاره اونجا. کامیون رضا رو میگیره. آره؟ اون کامیون تا اونجا نمیاد. با تشکر. برادر من چه داری چه نقشه‌ای؟ یه باغچه است و یه خونه توشه. نه اینجوری نمیشه. قلم و کاغذ داری؟ قلم کت دارم. همینه کت خدا. خونه اون عوضی همینه. بسپریش به من. چطوری؟ پیش ما بیا. پیش من بیای پیش من ببر رو پشتمون پشت. چی داری میگی نمیفهمم. میگم پیش من بیای پیش من ببر رو پشتمون پشت. خیلی خوب فهمیدم فهمیدم. تو چه غلطی کردی؟ مگه دیوونه شدی؟ تو گفتی بزنش منم زدمش. من چرا گفتم بزن؟ دارم اشاره میکنم این طرفی این طرفی بری. آی بابا تو گفتی ماشه رو بکش منم ماشه رو کشیدم. آخه احمق کور دارم میگم این طرفی سمت چپ سمت چپ. ای خدا یارو رو کشتی علاق. حالا چی کار من چیه میخواست اونجا وای نسته؟ تو گفتی بزن منم زدمش. میخواست نمیره به من. نه 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 این نمیشه نمیشه نه نمیشه. معلومه که اینطوری نمیشه. نقشه هم نیازی نیست. شما امشب رو بخوابید و استراحت کنید، فردا بیایید دفتر حرف میزنیم و حلش میکنیم. خب دیگه شب بخیر. کت خدا که امشب رو بیچوند. زهر مار میشه نگاه بیپروا تو چشاتو بدونیم دلیلش چیه رزا؟ چیزی نیست. روستای خیلی خوبیه.
چه خوب شد که اومدی. دور سرت بکردن. ببین این چه آداناس. حواست باشه داستان دیگه برامون درست نشه. اینا شوخی ندارن. خب اینا کی بودن امروز اومدن؟ ایچی بابا، یکیشون آرایشگره، یکیشون خورده فروش لوازم، اون یکم چه میدونم تعمیر کار مبله چیه، ولی مطمئنم این نقشه اون چت خدای بی شرفه. آره کار اونه، من گوله میخورم. دکتر منو ببین، تو چرا جلوی عالم و آدم میری با غریبا حرف میزنی؟ خیلی کار زشته بابا. ها مگه نه داداش؟ چه حرف زدنی بابا، میخواست شم روشن کنی. حالا کرد روشن نکرد داداش. خیش بیا اینجا. هدر اینو بگیر، خوب نگاه کن. ببین هیدر، با تو هم ها؟ بله داداش. پسر به اون نه، به من نگاه کن. آها گفتی نگاه کن، فکرم اونو میگی. تو مادرت کیه ها؟ بابا مادر این الاغ کیه؟ مادر این فتخ داشت. بعد یه زن و شوهر اومدن یه مجون درست کردن، به مامانش گفتن بمال، اونم اشتباهی خوردش، پس افتاد و مرد. پاشو برو دم کاناپه شیفت بده. برو گمشا یله برو برو بیدم. داداش جشن ختنه من چی میشه؟ پسر سر سفره باید این بحث رو باز کنی آخه. ببین امسال جشن گرفتین ولی دیگه نمیذارم. گفته باشم بابا. والا مادر اینو منم نمیشناسم. کار من چی شد ها؟ برای من چیزی پیدا کردی یا که همینطوری دست رو دست گذاشتی و اومدی ها؟ همینجوری دست خالی اومدی؟ بابا محض رضای خدا، آخه تو چند سالته؟ باز دیگه بذاریم تو موزه، حکم فسیل رو گرفتی به خدا. وای بابا خیلی بامزه. بیادبا که گستاخ. نه از من به وجود اومدن منو نمیپسندن. من کاندید کت خداییم، تو باید یکم حمایتم کنی بابا. ازم حمایت کن بابا، حمایت. برای من میخواد کت خدا بشه. گند بزنن به اون کت خدایی که برای من آستین بالا نمیزنه. به درد نخور. مبل کانرم از اتاقم دور کن، شب سر و صدا میکنه، نمیذاره بخوابم. هی کاناپه رو ساکت میکنم. او چه بوی میده. انشالله که درست هدف بگیرم. خیلی خوب آمدی ایال دیگه. دیود ای بیا دیگه. ای بابا بیزه بیبنده بشون. بیا تو که خفه شدم. اوپده بیا دیگه لالت آق. تو هم نتونستی بخوابی؟ ای وای، واقعا خجالت داره بابا. من برای چی مدرسه نرفتم بابا؟ الان بهت میگم، من برای اینکه تا آخر عمرم زیر بال پر تو باشم مدرسه نرفتم بابا. من چون پسر یکی یه دونه تو بودم مدرسه نرفتم بابا. بچه های اینا چرا مدرسه میرن بابا؟ حتی بچه های احمق روستا هم مدرسه میرن. تو مثل اینایی بابا. من تا وقتی که زندم و نفس میکشم بهت افتخار میکنم بابا جون. تو اصلا نگران نباش بابا جون، من خودم تا آخرش پشتتم. وگرنه میتونستم از بچه های اینا خیلی بهتر درس بخونم بابا. تو اصلا نگران نباش، من برای همین درس نخوندم و از مدرسه فرار کردم اخه. گندت بزنن دیوونه ی عوضی بی مصرفه، به درد نخور. این همونه بود تو قهوه خونه کرم گرفت؟ نه بابا، اون نیست. خودشی.
تسلیت میگم دوستان. داداش چی شده؟ دیروز که تو قهوه خونه بود. آره تقدیره دیگه. ای بابا به نظرم که واقعا قشنگه. قشنگیشو ببین آخه تو رو خدا. کت خدا داخلی؟ آره داخله. برید داخل. برید برو تو. خیلی داره بهت سخت میگذره. خسته نشی یه وقت. هلاک میشی. باشه. من عمرمو تو این راه گذاشتم. عمرم. کت خدا میخوای بعدن بیاین؟ آه اتفاقا منم داشتم از شما میگفتم. دوستانی که راجبشون گفتم اینا هستن. کی؟ میگم اونایی که اومدن کاناپه رو ببرن اینا هستن. اینا. نه نمیخورم. گن بزنن تو اون گوشات. استغفر الله. اعضای شورا هستن. بابا با اینا که نمیشه کاری کرد. آماده باشید نماینده مردمی دوست گنسوگوش داره میاد. نامزد کت خدایی. خیلی ممنون. دوزمونه درستگاه. اون از بچه محلای خودمونه. رأیمونو به چی میدیم؟ دوزگون سگوش تشویقش کنه. دفترهای قدیمی و بدهیاتون باطل میشه. پس به دوزگون سگوش رأی بدیم. تشویقش اسمایل از سودی نکن. سر به سر اسمایل نمیشه گذاشه از سودی میکنه. داداش برای همه بستنی بگیرید. همینه. برای همه هم افتاد. به همه از طرف من بستنی بده. نامزد کت خدایی دوزگون سگوش. اون بچه محل خودمونه. بستنی برای همه. تشویقش کنید مردم روستای عزیزم. من همه شما رو قربونتون بشم. تشویق تشویق. آره تشویق کنید. صدا حرکت کنترل. هم روستای عزیز همه به هم میگن که دوزگون سگوش برای چی نامزد شدی. منم از خودم میپرسم که چرا واقعا من نامزد شدم. آیا جوابشو پیدا نمی کنم؟ مثال بزنم. مامان نظیفه تو چرا هنوز با اون سطل آب میبری ها؟ کل روستا رو انداخته دنبال خودش بیشرف. آره یه کم گرد میکنی. چی شده بگه؟ به لطف و رحمت پروردگار این کاناپه، همون کاناپه معروف، همین که تو باغچه خونه ماست، برای هممون خیر و برکت میاره. ببینید این حرف منو فراموش نکنید. سومین پل بزرگ دنیا همون که تو چینه، پل شانگهایو میگم. آره قول میدم یه دونه بزرگترشو دقیقاً وسط همین روستا بسازم. پل میخواد بسازه. پل آخه یکی نیست مگه مردی که یوازی تو ده مگه پول واسه این کار هست؟ من با این تخترکه انگلیسی هیچ صحبتی ندارم. آره میسازه. پوزش ها زده. کارت خوبه. بکرین کت خدا. کارت درسته. آفرینه. ما حتما به تو رای میدیم. اجنبی ها خبشت تو. امشب تو باغچه ما کنار کاناپه مقدسی که اونجا هست قراره یه دعای دست جمعی انجام بدیم. یعنی امشب قراره مراسم دعا داشته باشیم. اونایی که مریضن و اونایی که سر و دمشون با هم بازی میکنه نیان. یالا شاد باشید. شادی کنید. هره همینه. بیا بابا. نه نه.
امشب مراسم دعا دارن نه؟ بله. خوبه، پیش ما بمون. کاناپر از بینمون هم آدم میخواد بشه. متوجه ما نمیشن، فهمیدی؟ کنار صندلی میشینیم و دعا میکنیم. روستایی که پخش شدن تو کامیون میاری. خیلی سریع کاناپر میندازیم و با تشکر خدافظی. کنار کاناپه باید دعام بکنی. چی میشه حالا یه فاتحه بخونی؟ اولا خب باش. نکنه فاتحه خوندن بلد نیستی. ببین بسم الله الحمدلله. صراط المستقیم و الظالمین و ولی زالین. ببین پسرم باید کشیده تر بگی، اینجوری زالین. ببین گوش کن، در مورد کمر تو دانشمندا یه راه حلی پیدا کردن که تو فقط نمیدونی، ولی من اینو میدونم. اینو ببین، این دیگه چیه؟ آلدانادور. تو آمپول میزنی، طب خوندی، میدونی که دارو جواب میده. تو کارت با کاناپه راه نمیفته. البته به کاناپه بی اعتنایی نمیکنم، اما منم معجزه های کاناپه رو دیدم. حتی دلیل اومدنم برای زیارتم دقیقاً همین بوده. ببین حتی نظریه ما آوردم بگی. خدا ازت قبول کنه. کارتو با دعا درست نمیشه. تا جایی که میشه دیگه جواب نمیده. ببین اینجا رو میبینی؟ بین مهره L7 و L8 اونجا چاکراست. شبا دستشوی میره دیگه؟ آره میرم. بعد اجابت مزاج اینو میزنی باشه، بعدم دراز میکشی و تمام. باش برو ببینم کار من چی شد. کار تو یکم سخت، به زمان نیاز داره. پول نقد داری امراض؟ دارم. بده با ببینم، لوسیان میخوام بگیرم. چقدر؟ خب کافیه. خیلی خب، بعدم میبینمت. باشه. اینو باید سه بار بخونی. اینو دارم میخونم دیگه. آره میخونی، خیلی قشنگم داری میخونی. ای خدا. ای تو کجا غیبت زن؟ داشتم کار میکردم، جای نگرانی نیست. فقط این داداش یارو انگار نمیخواد از کنار کاناپه جدا شه. اون با من ایراد نداری. این کیفه چیه؟ هم بده ببینم چی داری این تو. ببینم. انقدر فضولی نکن، بگو چی میخوای خودم بهت میدم. اون خواب آوره. این یکی خیلی خواب آوره. خیلی خوب، خوبه دیگه. با تشکر. صدا امتحان میکنم. هم روستایی عزیز. داداش ختنه من چی شد پس؟ ختنه تو چی میشه؟ میخوای بگم؟ ختنه تو رو فردا صبح با قیچی باغمونی انجام میدی. کش میکنه. چه مزخرفاتی رو بلغور میکنه. مردم عزیز، منم یکی از شما هستم. سیاست یه کار جدیه. ببینید. برگردیم به موضوع. تو ده ما همونطور که میدونین دریا نیست. هست؟ نیست. به عنوان دوزگون سگوش نماینده شما براتون یه سورپرایز خیلی مهم دارم. شب بخیر عرض میکنم به داداش ایلماس کوکسال. کار خدا رو ببین. با این که ایلماس کوکسال مرده بود، ولی هنوزم بین ما تشویقش کنید. دم خدا گرم با این معجزه کاناپش. میبینین مردرم زنده میکنه. خب مردم عزیزم، همونطور که میدونید تو دنیا رو این کره خاکی کانال داریم که اسمش کانال سوئزه. میدونستی؟ آره. خب تو روستای ما همچی کانالی هست؟ نه. نداریم دیگه. اسم فامیلی من چیه؟ سوگوش. اینم برای شما کانال سوگوش. من اینو برمیدارم. تو هم خوب بخونم، برگشتم ازت میپرسم. دبت کرد. اول نداری دانش نموش. جز خدا به تو میدن. اره بدن دونه. این دفعه قبل از این شمه قسمت نشد، موند واسه امروز. ای خدا، ای بایی. ببینم تو مختری؟ کی من؟ نه چیزه، یعنی آرایشگرم. یعنی در واقع دوست دارم از هیچ چیزی بسازم. یعنی من خلق کننده‌ام. یعنی چجوری بگم؟ مثلا حالا اگه مو باشه دوست دارم مدل موی جدید ازش بسازم، وگرنه آرایشگری به معنی آرایشگر تو اولویت دوم. یعنی اولویت اول چیه؟ موزیک، یعنی ساز. من موزیسینم، موزیک میسازم، یعنی همش دارم میسازم. خب چی میزنی؟ یعنی چه سازی؟ همه چیز. من جاز میزنم. شوخی میکنی؟ نه جون، تو جاز میزنم. من تا حالا جاز گوش نکردم. خیلی خوب، خوبی. ببین جاز یه زیرساختی تو صداش داره، یعنی اینجوری اینجوری باید کرد.
اگه یه روز بزنی منم گوش میدم. معلومه که میزنم ولی من یه چیزی میخوام به شما بگم. یعنی میدونی؟ یعنی چیزه اشتباه برداشت نکنین. ای خدا قلبم داره تون تو میزنه. نوشیدنی دارین اینجا؟ نوشیدنی. میدونی سرمم کارمو راه میندازه. میگم اینجا که ده، یعنی عقربی ماری چیزی نیست بیاد منو نیش بزنه. آخه من با این ضربان نبض نمیتونم حرف بزنم چون تو. این دفعه دومه که حالت بده. دکتر دهو خبر میکنم. نه سالاس دارم میگردم. و تو همون گم شده منی آیه شکل. داری هزیون میگی؟ نه بابا اینجوری نی. گفتین تابستون ولی خطنه نکردین. جعفر. تابستون بازم خطنم نکردین. آره خیلی سرم. حالا برو گیتار زدن یاد بگیر. اون دهنتو جل بگیرم. خروس بی محل. بابام که به همه این سر رو نگاه میکنه. داداش حیدرم که عقب مونده. داداش با سنگ بزنمش. بزن تو جنو. داداش وایسا چه سنگی؟ خدا لعنتت کنه حیدر. حالا که اینطور شد من رو کاناپه کار خرابی میکنه. بیا پایین بچه. بیا پایین ببینم. بیا. چه خبر؟ یکم دیگه اینجا به هم میرسه. تانه تو کامیونو بیار. منتظر علامت من باش. رضا حاضری؟ الحمدلله. حیدر چی؟ من اونو حلش میکنی. چیکار کردی؟ تو مشکل اصلیت میدونی چیه؟ چیه؟ ذهنه. تو ذهنت بسته است. هیچ شکی توش نیست. منم شکی ندارم ولی خب از بچگی همین جوری بودم دیگه. درست مثل موهام. موهام هم از بچگی فر بوده. همینطوری. دقیقا همینطوره. این استرس، این فشار همش از ذهن آدمه. ببین بیا اینو بگیر. بیا بگیر. این چیه؟ دیدی؟ برس رو که دیدی شروع کردی سوال پرسیدن. کنجکاویت شروع شد. حالا ببین از این بخوری چی میشه. بگیرش. در روز چند تا بخورم ها؟ سوال پشت سوال میبینی. آفری با چشاشو ببین از کنجکاوی میده رقشه. دمت گرم. بخون ببینم. سبحان الله الله اکبر الحمدلله رب العالمین. ما میمونیم واسه دعا. رضا میره کامیونو بیاره. ای بابا این همه خون در بلکن بزنم. بزنی از تو من در بیارم. جدید آخوره کنم. خلقه 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 آره خوبه خوب روش. بنابراین فردا همه تون برای جشن ختم سرونه این پسره نادون دعوت این خونه من. من آدمی نیستم که زیاد عاشق بشم. آدمی هم نیستم که کسی زیاد عاشقم بشه. اما چی میدونم این دفعه اگه بتونم حرف دلمو بزنم، یعنی بدون شلوغکاری بتونم دردمو بگم، دروغ نگم، شک نکنم، اگه بتونم بیرون بریزم شاید بشه. همیشه به ما نقش فرعی میدید داداش شارتان. حالا این بار نقش اول بشین. اون موقع توپ تو زمین من یه تکون کافیه. داداش تو چاره کار دست من. بیدار نمیشی نه؟ کی این؟ این عمرن بیدار بشه تو افراته. پس زنگ بزن. بگو رضا را بیفتی. داداش آلتانو که بردیم به نظرت دوباره بر میگردیم اینجا؟ داداش این مشکل صندلی رو حل کنیم کار تو آسونه. بسپرش به من. این دفعه نقد کار میکنم فقط. قراره چی کار کنی؟ دختره رو میدوزیم. آخ پسر ما تو چه کاری افتادیم؟ صندلی به دوز، دختر به دوز. ما چجوری اینقدر خفن شدیم تانی؟ یعنی خاک بر سرت با اون رانندگیت بزن. ای بابا وسط راه در برای چی گذاشتین؟ خیالو گذاشتین برای چی میبندینش؟ بیا ماشینم داغون شد. اصلا میدونی پولی ماشین چقدره؟
درو بسته بوده. ای بابا عجله نکن دیگه، نکن تو رو خدا نکن، نکن میگم نکن بابا، تمومش کن دیگه. بابا تموم شد. اون تفنگ منو بیار بابا. توف شد من نیتم خیلی به خدا. اون سنگو بده من، اون سنگو بده من. چه چپول عوضی، الان حسابتو میرسم. سب کن. چیه تیاری؟ صد بار گفتم شانس زنده موندن این مرد خیلی کمه، نمیشه. میگیرن میکشنش، میگم بذار من اینو بزنم بکشمش، بعدم بسوزونه بشه یه جوری که شناسایی نشه، بعد به آقای آلپر میگیم اینو به عنوان عذرخواهی ازمون قبول کنه. فردا به اون جشن مسخره حمله میکنیم. تو اسلحه داری؟ نه ندارم. نه نداری؟ پس کیف اون گندگی واسه چی میکشی؟ اون برای اهداف پزشکی همراه. پزشکی؟ دکتری مگه؟ فردا روز آخرمونه، یا بعد این مشکل حل کنیم یا اونا ما رو حل میکنه. این یارو اگه زنده باشه بالاخره یه روز خودش میاد بیرون دیگه. من میگم فرار کنیم بریم. خب اگه نیومد چی؟ نیومدم باز فرار کنیم، بهترین کاره. پیش ما بمون. آها با تو بمونیم، دیروز هم با تو موندیم دیگه، این طرف با عربش اومده تو باغچه. بسر این دفعه فرق داره، کسی روحش هم خبردار نمیشه. از اون داروهایی که بیدر دادم لازم داریم ها، اونم زیاد. میخوای چی کار؟ میریزیم تو دوتا عضو جدا نشدنی جشن مسخرشون، پلو و دوغ. افته دوغ؟ ای ولداداش هره این دفعه علیش میکنیم، فردا همه شون میرن هپاریوت. من معذرت میخوام. نه بابا من معذرت میخوام. چراغ، چراغ روشن کن. چی؟ چراغ بیا روشن کردم. بیا. این نمیتونه. سوختن. تنر تمومش کن. وایسید، شما نمیتونید بیاید، تو ممنوعه. ممنوعه؟ کی ممنوع کردی؟ داداشم گفته که راشون نده. ای بابا نمیشه که، زشته. ببین ما سکم براتون گرفتیم. خب دیگه بذار از داداشم ببین. نه نه پس خودت تصمیم بگی. دیروز چی گفتیم با هم؟ اون نگاه نافذ و کنجکاو پس چی شدن؟ کجاست؟ بابا آقایون شما هم اینجا این چه؟ بفرمایید، بفرمایید بشین. یه بار گم شو اون بر اون هیکلت مرده شد. تو هم برام بر چخه بفهمینی خوشمزه است. یه تک بریم بالا. قارون چشات، ما میخواییم بریم تو جاده، اینو نخوریم بهتره. مگه میشه؟ ما هممون خوردیم. اگه اینو نخورین میدونین چی میشه؟ کاناپه قهرش میگیره. من میدونم این دوزگون پشتش به چی گرمه. ببخشید من الان دو دقیقه برمیگردم باشه. دوغ تنر دوغ. این چرا افتاده؟ چه این بری بهتره. ببینمت بهتر شدی؟ یکم تب دارم. آره میشه، تموم میشه. یکم هم معده‌ام میسوزه. میشه، اونم میشه. ببین این چون یهو وارد بدنت میشه یه دفعه تب میکنی، طبیعیه. یکم هم معده درد میگیره ولی میگذره. اینا همه عادیه. آب زیاد بخور باشه. آفرین. همه کارا رو دوش منه ای بابا. قربونی شما، فدایی داریم. بدم رو چشم، رو پشتم، یعنی آخ سره. اینجا یعنی با هم
خواهش میکنم. باشیم بریم. باشیم بریم. سلام علیکم. علیکم السلام. شما واسه چی اومدین؟ چیزه یعنی ما برای عشقایی اومدیم، نه که دیروز یه بدشانسی اتفاق افتاده. رضا داداش دوست ولشون کن بابا، بیخیال شو. دوزگوم داداش دوزگوم بیا اینجا. اومدم بعدن به حسابت میرسم. بذارین کمکتون کنم. شما نرفتید هنوز؟ میریم امروز، قراره بریم. واقعا؟ بری باز میاییم. خب بسم الله. داداش هیدر، بیدار شو. این چی شد؟ تو باید به خودت افتخار کنی پسر. بیا اینو بگیر، اینو بگیر، بگیرش جابا. بگیر ببرش بیمارستان. بیان لنگش بکشین ببرین بیمارستان. دو سه یواش یواش آرش نکنید، ببرینش بیمارستان. طرف از طبقش که رفت. آره جشنم کنسلی اونجا رو. صندلی داره میره. دارم میان بودا بودا، دارم میان بودا. چپ چپ پیچ به چپ. آخه تو چرا جلو رو گرفتی قلاب؟ بودو بودو بزنش. اومده بجو سوال شو سوال بابا جو جد بمدیش شد بودو. اینه بزن بودو. خوبه سوال شو. آبا گی برو برو اکبر سرت رضا. همینجا بایسا، همینجا بایسا، 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 بایسا. بدو گم شد، برو گم شدون، ولشون گم شد دیگه، یاله. اینطوره نمیشه که، گاز بده دیگه، گاز بده. نمیره، این قرازه چرا راه نمیره؟ بیا نمیره، داره میره دیگه، دوست نداری پیاده شو. با من اینجوری حرف نزن، میخوام اونم دهنه چا. داداش به کاپوت نزنی ها، به کاپوت نزن، به لاستیکاش بزن. تو جاده لاستیک فروشی نیست، نمیتونم برات کنم. سر زیر تپرت نکن، تو گاز بده، یه کاری نکن بذارم داخل دوخت رو بیدم. ای بابا دارم شلیک میکنم. جونتر برو، جونتر گاز بده، تو گوله نکنید، گاز بده. گاز میدم، ای وای الان یه تیر سنشون میکنم. بابا دارم شلیک میکنم، مگه نمیشنوی؟ چار که دنده بیشتر نداره بابا، بره این فندیو خیلی بابا میزنم با همین کنده تو میزنم. گشته تا من چی جوره؟ برو پایی بابا، خب بابا بس برو پایی برو پایی برو پایی برو پایی برو پایی برو خون سویه خودتون رو افتاری دارم شلیک میکنم. گاز بده، گاز بده، تونتر برو هیدر، تونتر. این نکل صافو گاز بده دیگه، گاز بده. خوبه، حالا میبینم. اگه این دست منه پس قرازه داره چجوری راه میره؟ یلا تونتر برو هیدر، تونتر برو، تونتر اولا ترمز، ترمز بگیر، بگیر دیگه، ترمز بگیر، ترمز بگیر، بزن ترمز، ترمزش رو بگیر، بگیر دیگه. محکم بشین داداش. باشه با تشکر. شما کی هستین؟ کی هستین دیگه؟ بگین آقا جان.
الان خودت میفهمی. برای معرفی خودمون از کدومتون شروع کنیم؟ بسر این توفنگ نیست و اولاخ فندکه. از من آرتیست بازی در نیاری دا. اینجا دانا سادانا ما اینجا همه رو سر و جاویزون میکنیم، فهمیدین؟ ای خدا. دو چیزه این کارو کردن که گفتم چی؟ اگه میخوان خون بدن بگم در مونگاه آدانا همین نزدیکی هست. ما امروز میخواستیم تماس بگیریم بگیم اگه وقت دارین بیاین پیش من. داداش کجاست؟ خدا عقبی. یوسف، یوسف رو بپرس. یوسف زدم بچه رو، بپرس ازشون. داداش میگم من یه ماشین جور میکنم، کاناپه رو برداریم بریم خونمون، میشینیم روش دیگه، اینجوری بهتره. برادر من تو نگران نباش، من تو رو روی صندلی مینشونم. بده من اون تفنگو. تفنگو؟ بده من. آها تفنگ، منظورت فندکه؟ میگم تو بده. بودو هیدر، بودو! تو هم شمردش رو هیکلتو ببرن. توف به اون هیکلت. خدا رو شکر حالت خیلی خوبی. داداشمون داره میگه که اروز که از مغازه میمد بیرون تو تله میفتاد، اگه به من بود که میکشمتون، ولی داداشمون لطف کرد جونتون رو بهتون بخشید. از این به بعد هر جایی سر رامون آفتابی بشین باید بدونین که دیگه لطفی در کار نیست. فهمیدین؟ پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. ای دیدی یه بچه هم با خودشون آورده بود. بچه نیست که، مدلشه. سه ماه بعد توی رویاها هم برای منی امشب، تو همش کنارمی، با من بمون، تو رو دوست میدارم توی رویاها. توی رویاها گند بذارم به اون رویاها. ول کنین گیتارو بابا، یه ساعت ای دنگ 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 دنگ. ای خدا، الله اکبر. اگه نمیگفتم بهش جاز خوب میشود، یا یه لحظه جاز از دهنم پرید. پسر جان پول تو از اون بچه بگیر، اون چشای بیساب باباغوری تو درست کنمش تار میبینی. پسر وقتی دیگه نورانو نمیبینم چشمم درست کنم به چه دردم میخوره؟ قضا که میتونی بخوری. چه بامزه تو. ببین تانر بهترین کاری کرد. تو چرا اومدی؟ تو هم همونجا میموندی؟ چی تو اون مغازه کوفتیه که برگشتی اینجا؟ از ترس جونم. اونجا موندن آسون بود مگه؟ تو خودت باز چی برگشتی؟ میبین مغازه کاره ای که به آیشه گل گفتم میتونم بکنم به دوازده سال زمان نیاز دارم. اوف خیلی. بیا جلو. بدوزدیمشو. آره میدوزدیم. سر را هم یه بانک میزنیم. تو عجب آدم دوستی از کار داری اومدی چونه من. چیزی نیست که بهشون میگیم بیان جلو پنجره، بعد میگیم بپرید تو ماشین، هوب اونا هم
میپرد تو ماشین رو میری به استانبول. سب کن ببینم الان نوران بپره که هوب تو لمیشی پسر. بعد دیگه استانبول و فلان و فراموش کن بره. دزدیدن و فرار کردن کنسله. بس اصلا یه چیزی بپرسم، حالا عاشق شدن من نرماله، اون وقت تو رو چی شده؟ یعنی چی چی شده ها؟ این همه اتفاق بینمون افتاده، مگه من قلب نداره باقی؟ آه نه، به خاطر این نمیگم، به خاطر چشات میگم. چشم که نبینه قلب فراموش میکنه. رضا فراموش الان داری به این تیکه میندازی. میگم حالا نورم میپره، تو میخوای اونو بگیری؟ آره بعدم فراریش بدی. آره چیه بگی؟ چرا اینقدر به موضوع گیر دادی؟ من چه نمیفهمم؟ چرا به پریدن گیر دادی؟ بسی دیگه بگو نپره. الان پریدنی بهت نشون بده. بگو نپره، نورا میخواد نپره تو بگیری. بابا زشت این کارو، آدم عشقه دوستشو اینجوری مسخره میکنه. معذرت میخوام. آره زشت بخوام. نه معذرت میخوام، بپره. اصلا بپره. تو برو آهنگ تو بزن. چیو بزنم؟ فکر کن نوران بخواد بپره. دمت گرم، چه فکری. چیه؟ چی شده پسر؟ تو بشت دیگه. ببین بابا. ببینید برادرها، اینجوری نمیشه یه حرکت بزنیم. چندین بار گفتم اهالی روستا از تهویه غسالخونه بارها شکایت داشتن. یه ماه شده، یه ماه فقط میرید و میاید و میرید و میاید و میگید من بوی اس نمی کنم، من بوی اس نمی کنم. تو بو رو اس نمی کنی، تو هم بو رو اس نمی کنی، پس کی اس می کنه؟ همین جوریش هم هوا خرابه، کل روستا بوی مرده میده، فقط شماها نمی فهمین. اینطوری نمیشه که بابا. خب حلش کنی. یه بگیر اینا رو بده کت خدا امضا کنه، بعدش هم تمام. اینم از این. مجوز اقامتگاه من کجاست؟ مال تو هم حاضره. حاضره ولی خیلی بد موقع اومدی، بد موقع است. گفتم که شب برات میارم دیگه. این چه وضعشه؟ هر روز یکی میمیره دیگه، کسی نمونده تو روستا. روستاست دیگه، تعداد خانواده دیگه دست تو رو میبوسه. بیا بگیر. برو 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 برو. ای بابا، یکی دیگه هم مرد. همش تقصیر این تبه. این دیگه چیه؟ مثل دسپرادو اومدی؟ اون تو چیه؟ ماشین گرفتی؟ آره بابا، گرفتم برای کاروبار. پس کاروبار خوبه دیگه؟ ای بد نیست، یکم کساده. الان جدی جدی میخوای فراریشون بدین؟ آره اومدیم تمومش کنیم. فقط همونطور که گفتم این دفعه نقدی کار میکنم. حالا رفقا اینجوریه، ببینین؟ نه خیر، من خودم یه نقشه‌ای دارم. پیش ما بمون.